به نام خداوند خوبی ها سلام خدمت شما همراهان عزیز کانال لیل و ماجویا بنده ندا سعیدی امروز با خلاصه کتاب خودت باش دختر اثر ریچل هالیس در خدمتتون هستم امیدوارم که بهترین ها توی زندگی تک تکتون رقم بخوره بریم با هم بشنویم دروغی که می گوید چیز دیگری باعث خوشحالی من می شود. فارغ از اینکه کجا باشید و حتی چه اتفاقات منفی در اطراف شما یا برای شما رخ دهد، هنوز هم می توانید خوشبختی و شادمانی را پیدا کنید. زیرا این مسئله به جایی که قرار دارید مربوط نیست، بلکه به کسی که هستید بستگی دارد. مقایسه کردن خودتان با دیگری فقط تباه کردن شادی زندگیتان است. زیرا تنها کسی که حق دارید خودتان را با او مقایسه کنید و از او بهتر شوید خود دیروزتان است. به گفته نویسنده ی کتاب زندگی مانند یک کشتی است و شما کاپیتان این کشتی هستید. ممکنه گاهی ها کشتی را به اطراف پرتاب کنند و آب وارد کشتی شود. بهترین کاری که در این مواقع می توانید انجام دهید این است که حتی شده با یک سطل آب کشتیتان را خالی کنید و این یعنی هرگز تسلیم نشوید. نویسنده ای که از دوران کودکی با چالش های زیادی درگیر بوده در برهی از زندگی خود این دروغ بزرگ را تشخیص می دهد حقیقت را کشف می کند و اقدامات اصلاحی لازم را انجام می دهد. مثلا از مقایسه کردن خودش با مردم دست برمیداره. اجازه میده انرژی های مثبت. اونو احاطه کنند و شروع به انجام کارهایی میکنه که باعث خوشحالیش می شود. دروغی که می گوید من خوب نیستم. نویسنده ی کتاب تعریف می کند که چگونه در دوره ی از زندگیش برای دستیابی به خوشبختی و پول بیشتر به کار کردن زیاد اعتیاد پیدا می کند و این مسئله چه تأثیر بدی روی زندگیش میگذارد. مثلا به دلیل کمبود وقت روابطش به هم میخورد و استرس کاری و عدم استراحت کافی به اختلالاتی همچون فلج صورت و سرگیجه منجر می شود. این چالش ها در نهایت او را به جایی میرساند که بداند و اندازه کافی خوب و دوست داشتنی است و برای اثبات آن نیاز به ساعتهای طولانی کار کردن نداره او به دنبال شادی بود و طبق توصیه پزشک سعی کرد وقت بیشتری را با کودکان بگذراند رواندرمانی اصرار روی شادمانی و اولویت بندی مجدد کارهایش نیز به او کمک کرد بتواند اعتیاد به کار و اثرات منفی آن در زندگیش را بهبود ببخشد. به گفته خودش اگه درمانگرش نبود هرگز نمیفهمید انگیزه دستیابی به موفقیت نیست ممکن است گاهی خطرناک باشد شاید وقت آن رسیده شما نیز برای کشف خوب بودن خود کمی بیشتر به خودتان بها دهید مثلا گاهی قدم بزنید با دوست خود تماس بگیرید نوشیدنی مورد علاقه تان را میل کنید. از حمام حباب لذت ببرید. اولین اولویت خودتان باشید. به خواب نوشیدن آب کافی و تغذیه مناسب توجه داشته باشید. چون اگر از خودتان به خوبی مراقبت نکنید نمی توانید از دیگران نیز به خوبی مراقبت کنید. دروغی که می گوید من بهتر از تو هستم. نویسنده معتقد است زنان باید در برابر تمایل خود به قضاوت کردن دیگران و همچنین اجبار به رقابت با سایر زنان مقاومت کنند. برای این منظور باید بدانید هیچ کس بی نقص نیست و به این باور برسید که هیچ کس بهتر از دیگران نیست. خانم هالیست نیز در زندگیش به صورت آگاهانه سعی کرده از عادت بد قضاوت کردن دیگر زنان دست بردارد او برای این هدف به کنترل رفتار خود توجه بیشتری داشته و با کسانی معاشرت می کند که اهل قضاوت کردن نباشد و سعی در نابود کردن دیگری نداشته باشند اگر در ذهنتان در حال قضاوت کردن هستید این کار را متوقف کرده و آن را به سوی حسن زن تغییر دهید دروغی که میگوید عاشق او بودن کافی است نویسنده ای کتاب در این فصل درباره ساده لوحی خودش که علت اصلی احساس بی ارزشی در رابطه اش بود صحبت می کند او بدرفتاری های گاه به گاه و احساس ترد شدن را تحمل می کرد و همیشه به رابطه اش متعهد و وفادار بود. این فصل درباره چگونگی شکگیری و ادامه رابطه عاشقانه خانم هالیس می باشد و اینکه چگونه این رابطه روی دیدگاه او نسبت به ارزش واقعیش تاثیر گذاشته است هست. عاشق شدن باعث می شود چشم خود را به بسیاری از مسائل ببندید اما توصیه نویسنده اینه که کمتر ساده باشید و سعی کنید در درجه اول به عنوان یک انسان که به خودش احترام میگذارد شناخته شوید اگر در حال حاضر در یک رابطه هستید حتما نگاه عمیقی به آن بیاندازید دروغی که میگوید نه جواب آخر است هدف این فصل یادآوری این نکته است که وقتی کسی ترد می شود یا شکست می خورد خود اوست که تصمیم می گیرد امیدش را از دست بدهد یا دوباره خودش را به چالش بکشاند. به نظر نویسنده جسارت یکی از مهمترین معلفه ها برای افزایش بهرهوری افراد است. وقتی کسی جرأت مواجهه شدن با حس ترد شدگی داشته باشد با فشار ناشی از آن رشد می کند و به دستاوردهای بزرگتری در زندگیش دست می آبد. باید تصمیم بگیرید آرزوهای خود را دنبال کنید حتی اگر دیگران آن را ساده یا مزهک فرض کنند آنها رویاهای شما هستند و شما اجازه دنبال کردن آنها را دارید نه به این دلیل که خواستر یا با استعداد تر از دیگران هستید بلکه تنها به این دلیل که لیاقت چیزی که می خواهید را دارید. اگر همیشه از همه افراد بله بشنوید به رویاهای خود نخواهید رسید. این نشنیدن و تسلیم شدن است که شما را به سوی موفقیت سوق می دهد. دروغی که میگوید نمیدانم چطور یک مادر باشم این فصل اهمیت استقامت در شرایط سخت را یادآوری می کند. نویسنده خاطراتی از دوران بارداریش تعریف می کند و نشان می دهد چگونه موقعیت های ناخوشایند ممکن است فرصتی برای کشف چیزهای جدید و مهیج برای شما فراهم کند. در این فصل درباره اهمیت کنار آمدن با استرس از طریق کاوش و کشف روش های جدید زندگی کردن صحبت می شود. به عنوان مثال به خانم هایی که با این دروغ بزرگ دست و پنجه نرم می کنند توصیه شده بیشتر با زنانی که با حس مادر شدن برای اولین بار آشنا هستند معاشرت داشته باشند و درباره احساسات خود با آنها صحبت کنند دروغی که میگوید حرف دیگران همیشه مهم است. در تلاش برای بودن در کنار مردم جامعه مواقع زیادی پیش می آید که شما مجبور می شوید خود را انکار کنید. زیرا همیشه کسانی در جامعه هستند که از هر کاری که انجام می دهید ایراد بگیرند و این مسئله ممکنه به یکی از عوامل اصلی عدم موفقیت در زندگی تبدیل شود نویسنده توضیح می دهد که چگونه مردم سرنوشت خود را کنترل کنند و اینکه رفتار و ادراک هر فرد درباره مفاهیم مختلف زندگی تا حد زیادی به افرادی که اطرافش را احاطه کردهاند بستگی دارد او از خوانندگان کتاب میخواهد با افراد فرزانه که بینش و دانش عمیقی درباره اصل و پویایی زندگی دارند معاشرت کنند زیرا رابطه با آنها میتواند گام مهمی در جهت تحقق خود باشد سعی کنید بهترین و دوست داشتنی ترین نسخه خودتان باشید اما اینکه دیگران آن را تایید می کنن یا نه نباید نگرانی شما باشد دروغی که میگوید میخواهم با مدیمون ازدواج کنم نویسنده کتاب توضیح می دهد در دوری از زندگیش حس خوبی نسبت به مدی دیمون داشته و میخواسته از نزدیک او را ببیند و با او ارتباط برقرار کند او سرانجام توانست به این خواسته اش برسد اما قرار ملاقات یا پیشنهاد ازدواج به دیمون نداد. خانم هالیس از جمله افرادی است که در مورد رویاها و آرزوهایش وسواس زیادی دارد و برای تحقق آنها سخت تلاش می کند. بدون شک رویای ملاقات با دیمون تنها آرزوی او نبود اگرچه خودش نیز قبول دارد بعضی از این آرزوها بیشتر شبیه رویاهای کودکانه هستند به گفته خانم حالی صبر و شکیبایی نقش مهمی در دنبال کردن رویاهای خاص دارد اینکه سالها بدون تسلیم روی هدفی متمرکز باشید اما بسیاری از مردم انگیزه خود را در مدت کوتاهی از دست می دهند و دست از تلاش بر می دارند. او تعدادی نکات مؤثر برای حفظ انگیزه در مسیر رسیدن به اهداف ذکر می کنه که از جمله آنها می توان به ارتباط با افراد الهام بخش و گوش دادن به سخنرانی های انگیزشی اشاره کرد. دروغی که می گوید نمی توانم حقیقت را بگویم خانم حالی سعی می کند با مرور خاطرات غمانگیز خود به مردم کمک کند تا بدانند چگونه با برخی موقعیت هایی که در زندگی روزمره ممکن است با آنها مواجه شوند کنار بیایند او به شما می گوید در مورد اینکه از چه مرحله عبور می کنید و چه کسی هستید صداقت داشته باشید و روی گفتن حقیقت و معاشرت با افراد صادق تأکید دارد تو خودت کنترل زندگیت را در دست داری تو تنها یک بار و فقط یک بار شانس زندگی کردن داری و این زندگی دارد از دستت می رود. خودت را دست کم نگیر و این اجازه را به دیگران هم نده به کمتر از حقت قانع نشو زندگیتان قرار است سفری از یک مکان منحصر به فرد به مکانی دیگر باشد قرار نیست مثل یک چرخ و فلک باشد که شما را به همان نکته قبلی برگرداند قرار نیست زندگیتان شبیه زندگی من باشد اصلا زندگی شما نباید شبیه زندگی دیگران باشد بلکه باید ساخته دست خودتان و حاصل تلاش خودتان باشد تو مسئول آینده هستی اما اگر باور داشته باشی تنها کسی که زندگیتان را کنترل می کند خودتان هستید آن وقت بلند شده و دوباره تلاش می کنید و به تلاش ادامه می دهید تا زمانی که حس کنترل داشتن بر زندگی بر غیر قابل کنترل بودن آن برتری پیدا کند این حس به روال زندگیتان تبدیل شده و شما نیز به آن آدمی که باید باشید تبدیل می شوید. کرم ابریشم فوق است اما اگر فکر کند خوب بودن کافی است و تصمیم بگیرد همان شکلی بماند آن وقت ما از دیدن موجود زیبایی که می تواند به آن تبدیل شود محروم می شویم. اما دوستان من بیش از هر چیزی امیدوارم به این باور برسید که می توانید تبدیل به هر کسی یا هر چیزی که دوست دارید شوید در سخت ترین روزها به یاد داشته باشید که یک حرکت رو به جلو خواه به اندازه یک اینچ و خواه به اندازه یک مایل تنها چیزی است که نیاز دارید هر روز یک بار متولد می شبید. چرا نمی فهمی؟ هدیه زندگی اینه که روز بعد شانس دوباره برای رسیدن به هدفمان خواهیم داشت. یعنی حتی اگر بعد از چند روز رژیمتان را شکستید اشکالی نداره دوباره شروع کنید. زندگی نباید به معنای زنده ماندن باشد بلکه باید به معنای زندگی کردن باشد. شرایط و موقعیت ها ممکن است به ناچار از کنترل شما خارج شوند اما لحظاتی که احساس غرق شدن و شکست می کنید باید کوتاه و زود گذر باشد و نباید کل وجود هستی شما را فراگیرد. زندگی با ارزشی که به شما بخشیده شده مثل یک کشتی است که در حال عبور از اقیانوس است و شما باید ناخدای آن باشید این زندگی شماست شما باید قهرمان قصه خودتان باشید این به معنی خودخواه بودن و دست کشیدن از ایمان و باور به وجود نیروی برتر از خودتان نیست بلکه به معنای پذیرش مسئولیت زندگی و خوشبختی خودتان است اگر بخواهم منظورم را به زبان دیگر که کمی خشنتر و محکمتر است بگویم اینطوری می شود که اگر شما بدبخت هستید تقصیر خودتان است آیا با تغییر مکان من هم عوض می شوم؟ جا به جایی سفر یا دور شدن اینها فقط مفاهیم جغرافیایی هستند جا, جا شدن آنچه که هستی را تغییر نمی دهد بلکه فقط منظره بیرون را تغییر می دهد تو باید انتخاب کنی که شاد، راضی و سپاسگزار باشی اگر هر روز همین انتخاب را بکنی دیگر مهم نیست که کجا هستی یا چه اتفاقی در حال رخ دادن است در هر صورت تو شاد خواهی بود وقتی انتخاب می کنید که از زندگیتان لذت ببرید دیگر مهم نیست کجا هستید یا رک بگویم دیگر مهم نیست چه حرف ها و نظرات منفی در موردتان گفته می شود. در این صورت باز هم شادی را پیدا می کنی و خوشبختی. چون شادی به اینکه کجا هستی ربطی ندارد به کسی که هستی مربوط می شود. بهترین خانه تکانی زندگیت این است. ما در زندگیمان باید به دنبال راههایی باشیم که ما را خوشحال کند. ما به زمان نیاز داریم تا بتوانیم چیزهایی که دوست داریم را پیدا کنیم و از آنها آرامش بگیریم. در انتها رسیدن به اهدافمان می تواند بسیار مشکل باشد یا سالها طول بکشد پس اجازه دهید همین اول کاری ناامیدتان کنم تا فکر نکنید امروز کار مورد علاقه تان را پیدا کردید و فردا می توانید در آن استاد شوید اگر با وجود خواندن حقیقتی که گفتم باز هم میخواهید ادامه دهید و به هدفتان برسید باید به شما تبریک بگویم چون شما بسیار به آن نزدیک هستید بیچاره زمیر ناخداگاه من. یکی از جاهایی که از کتاب خودت باش دختر بسیار لذت بردم آنجایی بود که نویسنده میگوید زمانی متوجه شدم چقدر برای خوشقول بودن با دیگران تلاش میکنم اما وقتی نوبت به قولهایی که به خودم دادم میرسد سریع آنها را زیر پا میگذارم از فردا ورزش میکنم یعنی به این زودی ها ورزش را شروع نخواهم کرد چون صادقانه بگویم اگر واقعا قرار باشد به عهدی که با خود بستید وفادار باشید همان لحظه شروع خواهید کرد زمیر ناخداگاهتان می داند که بعد از آن همه زیر زدن ها و متوقف کردن برنامه ها و دست برداشتن از اهدافتان شما دیگر قابل اعتماد نیستید وقتی واقعا چیزی را بخواهید راهی برای به دست آوردنش پیدا خواهید کرد اما وقتی از ته دل خواستار چیزی نباشید برایش بهانه جور می کنید چطور زمیر ناخداگاهتان تفاوت بین آنچرا می خواهید و آنچرا که تظاهر به خواستنش می کنید تشخیص می دهد به تاریخچه رفتاری شما در موردی مشابه نگاه می کند آیا سر قولتان مانده اید؟ در مقاله در استفاده از قدرت زمیر ناخداگاه به صورت کامل گفتیم که چطور می توانید از این قدرت استفاده کنید به جای اینکه زمیر ناخداگاهتان از شما استفاده کند. قول را حفظ کنیم. قول های ما مهم هستند و عمل کردن به آنها زندگی ما را شکل می دهند. اگر امروز تصمیم بگیرید که دیگر قولی را نشکنید، خودتان را مجبور می کنید که با برنامه عمل کنید تا خودتان اراده نکنید نمی توانید سر قول و عهد و هدفی که دارید بمانید اگر باور داشته باشید که قول ها و کلماتی که استفاده می کنید دارای قدرت هستند و تعهداتی که می دهید وزن سنگینی حمل می کنند آنقدر راحت به خودتان قول نمی دهید و عهد نمیبندید. از سرعت و تعداد قولهایتان بکاهید و عاقلانه فکر کنید در این صورت میدانید که درباره رسیدن به یک هدف فقط حرف نمیزنید بلکه برای چگونگی دستیابی به آن برنامه ریزی می کنید. به خودتان راهی تازه را آموزش می دهید و استاندارد مشخصی را بر طبق کسی که واقعا هستید مشخص می کنید نه بر طبق کسی که آرزو دارید شوید زندگی کردن حق توست این حقیقت که در زندگیمان کسی به جای ما تصمیم نمیگیرد باید آویزه گوشمان باشد تا دیگران هم به این باور برسند که اهداف و تصمیم های ما ارزشمند و مختص زندگی ما هستند حتی زمانی که ازدواج می کنیم ما باز هم یک انسان هستیم که حق دارد تصمیم بگیرد و به تصمیماتش جامعه عمل بپوشاند. حتی اگر ما یه مادر باشیم و با چند بچه قد و نیم قد سر و کله میزنیم باز هم حق زندگی کردن داریم و باید برای اهدافمان تلاش کنیم چه یک سانتیمتر، چه یک کیلومتر چگونه به قولهایمان عمل کنیم قولهای منطقی و با برنامه میتونن به سرانجام برسن. برای شروع میتوانیم از قولهای بسیار کوچک شروع کنیم. به عنوان مثال من به مدت یک هفته هر روز یک صفحه از این کتاب مورد علاقه ام را میخوانم و سعی میکنم در هر شرایطی این کار را انجام دهم. در این صورت کم کم عادت می کنیم به قولهایی که به خودمان می دهیم وفادار باشیم و کمی هم در مقابل زمیر ناخداگاهمان قابل اعتماد تر به نظر بیاییم. قدرت شگفتانگیز واجه ها که از آن خبر نداری. در کتاب خودت باش دختر نویسنده توجه ویژه‌ای به قدرت کلام دارد و می‌گوید دانستن این نکته که هر کلمه ای با خود نیرو و قدرتی دارد حتی کلماتی که پشت دیگری پچ پچ می کنید راه اصلاح کردن رفتارتان است زنها یک دیگر را قضاوت می کنند قضاوت کردن همچنان از مزرترین و نفرت انگیزترین است که داریم خانوم ها باید قضاوت کردن را کنار بگذاریم و چشمهای ما را برای طرز لباس پوشیدن کسی گرد نکنیم. به بچه ای که در سوپرمارکت بد رفتاری می کند اخم نکنیم و در مورد مادری که هر روز وقتی به دنبال فرزندش به مدرسه با یک لباس میآید نگران به نظر می رسد فرزی سازی نکنیم. قدرت کلام شما بسیار مهمتر از چیزی است که فکر می کنید. اگر نمیدانید چطور از آن استفاده کنید، مقاله استفاده از قدرت کلام برای جذب بهترین ها در زندگی را از دست ندهید. نه جواب نهایی نیست. موفقیت من به سهرخیزیم سخت کوش بودنم درخواست کمک کردن بارها شکست خوردن و تلاش مداوم برای پیشرفت خودم و کارم مربوط می شود بسیاری از افراد هم همین رویه را در پیش می گیرند اما چرا موفق نمی شود؟ به این دلیل است که وقتی آنها به دنبال رویاهایشان رفتند و به مانع برخوردند وقتی قبولشان نکردند یا به آنها نگفته شد کوش کردند. من موفق شدم چون نه را به عنوان جواب قبول نکردم و من موفق شدم چون هرگز باور نداشتم که رویاهای من توسط فرد دیگری به سرانجام میرسد قسمت باور نکردنی رویای شما این است کسی نمیتواند به شما بگوید رویایتان چقدر بزرگ است وقتی پای رویایتان وسط است نه جواب محسوب نمی شود. کلمه نه دلیل تسلیم شدن و کنار کشیدن محسوب نمی شود. به جایش این نه را نشان یا یک تغییر مسیر یا مسیر فرعی در نظر بگیرید. نه یعنی با احتیاط حرکت کردن. به معنای دیگر یعنی اگر نتوانستید از در وارد شوید از پنجره وارد شوید. اگر پنجره قفل بود از مسیر دودکش استفاده کنید. اگر در راه رسیدن به رویاهایتان خسته شدید، باید یاد بگیرید که برای خودتان یک فنجان چایی بریزید و با چاشنی شیرینی مورد علاقه تان و البته کمی هوای تازه استراحت کرده و دوباره شروع کنید. ندای درونت مهمتر از چیزی است که فکر می کنید. شاید این صدای مقتدر خودتان باشید. شاید حرفهای منفی خودتان باشد که در کل زندگی مدام در ذهنتان تکرار می شود. دلیل دیگری که چرا مردم دست از رویاهایشان بر می دارن چیست؟ چون به دست آوردنشا مشکل است و یا خیلی طول می کشد باید به درون تا مراجعه کنید و دلیل راهی را که شروع کرده اید را به یاد بیاورید بهتر است انگیزه ای برای ادامه راه پیدا کنید اگر این کار را نکنید من به شما قول می دهم که شخص دیگری این کار را انجام خواهد داد هیچ چیز با ارزشی به سرعت به دست نیامده و دستاورده های هیچ کسی یک شبه نبوده بلکه حاصل سالها تجربه بوده است کسی که به آن تبدیل می شویم رویایتان ارزش جنگیدن دارد و در عین حال که نسبت به آنچه زندگی بر سرتان می آورد کنترل ندارید اما کنترل جنگیدن با آن را در اختیار دارید دوستان موضوع هدف یا رویایی که دارید نیست موضوع آدمیه که در راه رسیدن به هدف تبدیل به آن می شوید. وقتی صدایی مقتدر به شما می گوید که خیلی طول کشید یا تو برای انجام این کار خیلی چاق پیر و خسته هستی یا چون زن هستی نمی توانی کاری را انجام دهی یا اینکه سختی هایتان خیلی بزرگ است. میدانی چه چیزی از شما میخواهند؟ زدن و تسلیم شدن. خودتان و هدفتان را زیر سوال میبرید وقتی کسی یا چیزی سراغتان می آید و دقیقا همین حرف ها را به شما می زند. از شنیدن این حرف ها می ترسید. به خودتان می گویید؟ بله خودم هم همین نظر را دارم. دست از تلاش برمیدارید. دارید. چگونه اهداف خود را واقعی کنیم؟ برای واقعی کردن اهداف خود نیاز داریم که آنها را بشکافیم. برای آنها رنگ، مکان، زمان و معیار تعیین کنیم. این کار دومین مبحث بعد از انتخاب نهایی اهداف است. باید اهدافمان را زندگی کنیم تا به واقعیت بپیوندند. به عنوان مثال جمله من میخواهم لاغر شوم بسیار مبهم نتیجه مبهم نیز دارد. اهداف مبهم باید این گونه نوشته شوند. من تا روز 5 مرداد 1399 ساعت 7 صبح 45 کیلو خواهم بود. آلارم گوشی خود را تنظیم کرده و در آن ساعت روی وزنه بروید. خواهید دید که به وزن مورد علاقه خود رسیده اید. کلمات و واژه‌های های این کتاب در زندگی تک تک ما جریان دارد. به راستی که پس از گذشت چندین قرن هنوز هم برای حرف حساب جوابی پیدا نکردند. امید است که ما به تمام خانده های عمل کنیم و زندگیمان را دستخوش تغییرات سودمند قرار دهیم. امیدوارم که این کتاب هم براتون مفید بوده باشه سپاسگزارم از همراهی ارزشمند شما کتاب های صوتی از کانال لیل ماجویا با خواندن و هدیه دادن کتاب آگاهی و دانش را گسترش